برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی در پیچ خطرناک. رسانه‌های وابسته به علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران همصدا می‌گویند جمهوری اسلامی باید به قدرت بازدارنده هسته‌ای تبدیل شود. آیا تغییر دکترین هسته‌ای ایران اسم رمز عبور علی خامنه‌ای از فتوا برای ساخت سلاح هسته‌ای است؟ تشدید جنگ در سرتاسر نوار غزه و هشدار سازمان ملل در مورد آتش‌بس فوری. همزمان آمریکا به اسرائیل پیشنهاد داد که در صورت لغو عملیات گسترده در رفح اطلاعاتی در مورد مکان اختفای رهبران حماس به این کشور ارائه می‌دهد. آغاز حملات تابستانی روسیه به اوکراین. در پی درگیری شدید در شمال خارکیف 5 شهرک به تصرف روسیه درآمد. همزمان 7 نفر در حملات اوکراین به روسیه کشته شدند. و ابداعی برای ساخت خانه‌های آینده. استفاده از چاپگرهای غول‌پیکر سه‌بعدی برای خانه‌سازی در آمریکا. خانه‌های ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست. بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. من گلراهان هستم، به امروز خوش آمدید. علنی شدن حرفای مگو درباره مسیر برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. روز گذشته روزنامه وابسته به سپاه پاسداران خواهان آن شد که تهران به یک قدرت بازدارنده هسته‌ای تبدیل بشه و امروز روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای خواستار اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران شد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم با انتشار کلیپی مدعی شد ایران هم همچون 9 کشور دیگر جهان باید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اظهاراتی در ادامه موزگیری رئیس شورای روابط خارجی که قبلا گفته بود اگر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران لطمه بزند ایران در دکترین هسته‌ایش بازنگری می‌کند. مجموع اظهارات و واکنش‌هایی که می‌تونه نشون دهنده تغییر در سیاست جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ایش باشه. سوال اینجاست، آیا علی خامنه‌ای که پیشتر با یک فتوا مدعی شده بود که کاربرد سلاح هسته‌ای حرام است به سوی ساخت بمب هسته‌ای می‌رود؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌ده. چرخش جدی جمهوری اسلامی به سوی بمب هسته‌ای، همنوایی ارکستر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و رهبر نظام، کلاه شرعی یک فتوا بر سر کلاهک‌های هسته‌ای، پیامد ضرب شست اسرائیل، امروز یا فردا خامنه ای کی به بمب هسته‌ای میرسد؟ اگر هر گونه تهدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد. یک روز پیش از حمله اسرائیل به سیستم پدافندی پایگاه 8 شکاری اصفهان، این سخنان فرمانده سپاه حفاظت مراکز هسته‌ای درباره احتمال تغییر سیاست ایران در قبال دستیابی به سلاح هسته‌ای بخشی از جنگ رسانه‌ای برای جلوگیری از حمله اسرائیل تعبیر شد. اما او در تعبیراتش از چرخشی سخن گفت که تا پیش از آن مقام‌های جمهوری اسلامی ترجیح می‌دادند به این صراحت درباره‌اش حرف نزنند. شلیک موشک‌های اسرائیل به قلب ایران اما گویا مشخص کرده که این تهدید اگر هم شوخی بوده، حالا شوخی جدی شده. همچنان که پنجشنبه کمال خرازی، رئیس شورای روابط خارجی و منصوب خامنه‌ای در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت اگر اسرائیل بخواهد به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، سطح بازدارندگی جمهوری اسلامی و دکترین هسته‌ایش تغییر پیدا می‌کند. خرازی اگرچه در وزارت خارجه ایران سمتی ندارد، اما به دلیل نزدیکیش به خامنه‌ای، سخنانش معنای متفاوتی دارد. مصاحبه او دقیقاً بعد از سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران انجام شد. مقام‌های ایرانی همچون همیشه مذاکرات با رافائل گروسی را مثبت و سازنده خواندند. مهم اما سخنان گروسی در بازگشت از تهران بود.
این که صرفاً باید در مسیر فعلی حرکت کنیم برای من اصلاً رضایت بخش نیست. ما تقریباً در بن‌بست هستیم که در آن هیچ اقدامی فراتر از مجموعه عادی بازرسی‌ها تحت توافقات پادمانی انجام نمی‌شه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی بر سر ذرات اورانیوم غنی‌سازی شده پیدا شده در سه مرکز اعلام نشده در ترقوزآباد، شیان و آباده موسوم به سایت مریوان اختلاف نظر داشتند. یافته‌هایی که می‌تواند نشان دهنده تلاش‌های مخفیانه تهران برای ادامه برنامه ساخت سلاح هسته‌ای بعد از سال 2003 باشد. گویا از این سه مرکز هنوز اختلافات درباره دو مرکز شیان و ترقوزآباد حل نشده باقی مانده. گروسی در کنفرانس خبری بارها تاکید کرد ضروری است این مسائل هرچه زود و زودتر حل و فصل شود. فکر میکنم ضرب الاجل در کل ایده خوبی نیست و همچنین من برای جامعه بین المللی میگویم که تلاش های جاری باید هرچه زودتر به نتیجه برسند. اما در تهران داستان از زاویه کاملا متفاوتی پیگیری میشود. وقتی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و خامنه‌ای دیگر ابایی ندارند که ساخت بمب هسته‌ای بگویند. شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان کمال خرازی را واکنشی به حمله اسرائیل به ایران خواند و در سرمقاله‌ای از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دفاع کرد. به نوشته روزنامه جوان بازدارندگی هسته‌ای به چیزی بیش از تحقیق و توسعه یعنی موضع فعلی هسته‌ای ایران نیاز دارد و به ادعای نویسنده روزنامه سپاه پاسداران اخلاق نسبی حکم می‌کند که جمهوری اسلامی به یک قدرت بازدارنده هسته‌ای تبدیل شود. این بحث یک شنبه هم در روزنامه کیهان وابسته به خامنه‌ای ادامه پیدا کرد و حسین شریعت‌مداری منصوب رهبر نظام در این روزنامه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی اجرای تمام قطعنامه‌های شورای امنیت را متوقف سازد و بازرسان آژانس را از ایران اخراج کند. خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه وابسته به سپاه هم با انتشار ویدیویی رسما اعلام کرد جمهوری اسلامی باید مثل اسرائیل و 8 کشور دیگر برای محافظت از خودش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رسانه‌های سپاه پاسداران پا را فراتر گذاشتند و با تکرار تحلیل‌های درباره پویایی فقه شیعه از مشروعیت امکان تغییر فتوای خامنه‌ای می‌گویند. هرچند رهبر جمهوری اسلامی پیش از این کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرد نه ساختش را. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. اما چه شده که خامنه ای بار دیگر تکمیل یکی از پروژه های جاه طلبانه اش را جدی گرفته؟ گروسی در بازگشت از تهران گفت هیچ کدام از مراکز هسته‌ای ایران در حمله اسرائیل آسیب ندیده. درست میگوید، اسرائیل آسیبی به نطنز نزد، اما با حمله به سیستم پدافند محافظ مراکز هسته‌ای نطنز و UCF اصفهان عملا نشان داد میتواند تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد. 5 روز پس از حمله اسرائیل هیئتی از کره شمالی به تهران سفر کرد. شهاب 3 و نسخه بهبودیافته آنقدر F موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بر اساس موشک ندونگ 1 کره شمالی ساخته شده. به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف هیچ پنداری حمله اسرائیل در تریبون‌های علنی متوجه خطر شدند و به همین دلیل با شتابی مضاعف به سوی ساخت سلاح هسته‌ای می‌روند. در حکومتی که مشروعیت مردمیش را به طور کامل از دست داده و سایه بلند اسرائیل را بر سر تأسیسات هسته‌ایش می‌بیند، خامنه‌ای حالا بمب هسته‌ای را حق مسلم خودش می‌داند. حق دیکتاتور برای بقا. مشتبه پور محسن، لندن. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست. آقای خوش آمدید. فکر می‌کنید این ارکستر هماهنگ درباره تغییر هدف برنامه هسته‌ای نظامی ایران چه معنایی داره؟ رسانه‌های سپاه علناً از مشروعیت بازنگری در فتوای علی خامنه‌ای گفتند.
درود به شما و مردم ایران. ضرب شست اسرائیل به نظر من یعنی کور کردن چشم پدافند S-300 در قلب اصفهان باعث شده که جمهوری اسلامی ساز اتمی خودش رو کوک بکنه و اون رو با صدای بیشتری بخواد بنوازه. ببینید وقتی جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل از سایه بیرون میاد، وقتی که وارد متن میشه، اون ماسک و نقاب جمهوری اسلامی هم به تدریج فرو میریزه. همون فتوای خامنه‌ای که یه زمانی گفته بود که ساخت بمب اتم حرام استش، همون چیزی که در گزارش خوبی هم که الان ارائه شد بیان شد، الان تقریبا باعث شده که عوض بشه و یه سری واقعیت ها در منطقه، یعنی در سایه جنگ حماس و اسرائیل، واقعیت در داخل ایران، یعنی اون واقعیتی که خبر از عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در داخل میده، از اینکه دیگه مانورهای قدرت نمایی جمهوری اسلامی مثل گذشته جواب نمیده و اینکه اسرائیل عزمش رو جذب برای اینکه به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ضربه بزنه، اینکه جمهوری اسلامی بازدارندگیشو از دست داده، باعث شده که خامنه‌ای و بیت رهبری و سپاه شاید به این فکر بکنن که باید دیگه استراتژی خود و فریب رو کنار بذارن، رو بازی بکنن تا اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه. اگه بخوایم تاثیر بزرگتر رو ببینیم، ببینید یک زمانی محمد جواد ظریف و تیم لابیش در آمریکا و اروپا یک پروژه یا عملیات میشه گفت رخنه به سبک اتحاد جماهیر شوروی رو کلید زدن در دوران روحانی، برای اینکه اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو از حالت امنیتی سازی شده، سکیوریتایز شده، خارج بکنن با انواع اقسام حربه‌ها و تئوری‌های و نظریه‌های روابط بین‌الملل در دانشگاه‌ها و تینک تنک‌ها، به نوعی به زبان خودمونی سعی بکنن که برنامه اتمی جمهوری اسلامی، برنامه موشکی و پهپادیش رو جا بندازن. با آمدن ترامپ و سلسله اتفاقاتی که رخ داد، تهاجمی‌تر شدن جمهوری اسلامی، این استراتژی دیگه و این عملیات جواب نداد، ولی هنوز برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نظر من دو تا هدف رو دنبال میکنه. یه هدف تاکتیکی، یعنی غنی‌سازی اورانیوم برای اخاذی اتمی، امتیاز گرفتن از آمریکا در میز مذاکره، و یه هدف راهبردی، این که اگر بقای جمهوری اسلامی به خطر افتاد، جمهوری اسلامی تهدید به ساخت بمب اتم بکنه یا بخواد بمب اتم بسازه. هنوز این برنامه جریان داره و اظهاراتی که الان میشه از طرف سپاه و اون طیف تندروتر در داخل ایران، هنوز دنبال همین هدف است، یعنی میخوان که از طریق تهدیدهای رتوریک بترسونن آمریکا رو. میدونن دولت بایدن ضعیفه که امتیاز گیری بکنن ازش، که ما میریم دنبال بمب اتم اگر به ما امتیاز ندید. و اینکه هنوز استراتژی فریب در جریان هست، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به دروغ به مردم ایران اینطوری اقناع، یعنی القا بکنه که برای محافظت از ایران و بقای ایران هستش که میخوان بمب اتم به دست بیارن، در حالی که واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی برای بقای رژیم دنبال بمب اتم هستش و این تهدیدها رو ارائه میکنه. آقای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته جمهوری اسلامی میتونه سلاح هسته‌ای بسازه و خواستار اون شده که اختلافات فنی با ایران سریعتر حل بشه. چقدر این عجله آژانس ممکنه نتیجه اطلاعاتی باشه که درباره حرکت ایران به سمت بمب به دست آورده باشه؟ چقدر اینها رو هم در یک سو و یک راستا میبینید؟ ببینید، با توجه به اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و اون تهدیدی که جمهوری اسلامی حس میکنه، خطری که جمهوری اسلامی حس میکنه در نتیجه حمله اسرائیل به پایگاه هشتمی شکاری اصفهان و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس، به هر حال قدرت‌های غربی، مشخصاً آمریکا، خود آژانس و البته اسرائیل در واقع در کمین هستن که ببینن جمهوری اسلامی آیا واقعاً میخواد به سمت ساخت بمب اتم بره، و این نگرانی نزد مقامات اروپایی هم وجود داره، نزد آژانس. ولی داره که اونا دارن این هستش که اگرچه جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که در آستانه دستیابی به بمب اتم هست، به اصطلاح نیوکلیر ثرشولد استیت هست، اگر اراده بکنه میتونه ظرف یک بازه زمانی کوتاهی تست اتمی بکنه، ولی اون دستگاه اطلاعاتی امنیتی به این نتیجه رسیدن که هنوز این اراده سیاسی در واقع وجود نداره و تصمیم نهایی گرفته نشده. مضافه بر این که اونها در واقع بر این باور هستن که اگر جمهوری اسلامی به عنوان بازیگری که در MPT هستش بخواد بره به سمت وپنایزیشن، فاز نظامی برنامه اتمیش، یک سری اقدامات رو باید انجام بده، بازدوستان رو اخراج بکنه و اینکه از MPT خارج بشه، و این اقداماتی که مثلا از طریق ماهواره‌های نظامی قابل رصد هست و از طریق عواملی که رخنه دارن در نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و اونا میتونن اینو رصد
رصد بکنم و جلوشو بگیرم. مضافه بر اینکه اسرائیل هم به نظر من اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، کما که در رابطه با اوسیراک عراق و سوریه هم حمله نظامی انجام داد. برای من فکر می‌کنم در تحلیل نهایی فعلا جمهوری اسلامی داره به صورت رتوریک تهدید می‌کنه برای اخاذی اتمی، و البته وقتی که احساس بکنه که بقاش به خطر میفته بخواد به بمب اتم دست پیدا بکنه. ولی من فکر نمی‌کنم که این امر خیلی راحت باشه برای جمهوری اسلامی، و اساساً دستیابی به بمب اتم هم برای جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد و بقای رژیم جمهوری اسلامی رو گارانتی نخواهد کرد. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، ممنونم. همزمان با عملیات نظامی در رفح در جنوب غزه و تخلیه ساکنان این شهر، ارتش اسرائیل پیشروی در شمال غزه در اردوگاه جبالیا را تشدید کرده. در اسرائیل با ادامه اعتراض گسترده شهروندان به دولت نتانیاهو برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها، یک روزنامه آمریکایی گفته دولت آمریکا پیشنهاد داده در ازای توقف حمله گسترده به رفح، اطلاعات حساسی از محل رهبران حماس به تل آویو ارائه کنه. این در حالی است که شمار قربانیان جنگ در غزه از مرز 35,000 نفر هم گذشته. شهره جولانی گزارش میده. اینجا بیمارستان تخصصی کویتی در رفح در جنوب غزه در سرزمین‌های فلسطینی است. و خانواده‌های عزادار پس از بمباران‌های دیشب. اینجا اردوگاه جبالی است. در بمباران‌های شبانه اسرائیل 19 نفر از جمله کودکان و زنان کشته شدند. و اینجا خاک سپاری کشته شدگان در بمباران جت‌های جنگنده اسرائیلی در دیرالبلح. پس از بمباران سنگین از صبح یکشنبه تانک‌های ارتش اسرائیل به سمت جبالیا در شمال نوار غزه پیشروی کردند. و این حمله هوایی دیگر اینجا در نابلس. و اینها آوارگانی که از اردوگاه جبالی در حال فرار هستند. در حالی که دستور تخلیه ساکنان رفح همزمان با بمباران‌های شبانه این شهر ادامه دارد، بر شدت و دایره عملیات اسرائیل در نقاط دیگر غزه افزوده شده. پس از بنبست مذاکرات آتش‌بس چند روزه در قاهره که طی آن بین حماس و اسرائیل توافقی حاصل نشد، حالا غزه منطقه است در محاصره. این ویدیویی است که ارتش اسرائیل منتشر کرده و میگوید عملیات بزرگ این نیروها در اردوگاه جبالیا و در مناطق مختلف نوار غزه علیه نیروهای حماس را نشان میدهد. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری درباره عملیات گسترده ارتش توضیح میدهد. هواپیماهای جنگنده ما در شمال غزه به اهداف تروریستی حمله کردند. از امروز روند تخلیه موقت از منطقه جبالیه در شمال به سمت مرکز نوار غزه را آغاز کردیم. نیروهای لشکر غزه عملیاتی را علیه زیرساخت‌های تروریستی در بیت هنون آغاز کردند. در مرکز نوار غزه نیروهای لشکر 99 در بحبوحه عملیات گسترده در منطقه زیتون هستند. این در حالی است که دقیقاً 4 ماه پیش ارتش اسرائیل نابودی حماس در شمال غزه و پایان بمباران‌های سنگین در این منطقه را اعلام کرد. این عملیات هدفمند به گفته سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل در زمانی آغاز شده که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده که آمریکا پیشنهاد داده در ازای خودداری از انجام عملیات زمینی وسیع در رفح، اطلاعات حساس و کمک‌های ارزشمندی در اختیار اسرائیل می‌گذارد. در مورد محل اختفای رهبران حماس در غزه. اما با ادامه عملیات اسرائیل، سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند ابعاد بحران انسانی در غزه در سطحی است که تا به حال شاهد آن نبودند. از 6 روز پیش که ارتش دستور تخلیه رفح را داده، نزدیک به 280,000 نفر دیگر آواره شدند. آوارگانی کاهیده از 7 ماه جنگ با بیماری، معلولیت، افراد مسن یا زنان باردار. دبیرکل سازمان ملل برای چندمین بار درخواست و پافشاری میکند. من فراخوان خود را تکرار میکنم. برای آتش‌بس فوری بشردوستانه، آزادی بی قید و شرط همه گروگان‌ها و افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه. آتش‌بس گام اول راهی طولانی برای بازگشت از ویرانی، تروما و از این جنگ خواهد بود. اما در اسرائیل مانند هر شنبه 10,000 نفر در اعتراض به سیاست‌های دولت نتانیاهو در ادامه جنگ
و برای فشار برای آزادی گروگان‌ها تجمع اعتراضی برپا کردند. اینجا در گوشه دیگری از پایتخت اسرائیل مردم نگران پیامدهای این جنگ هستند. در حالی که رقابت‌های آوازخوانی یوروویژن را دنبال می‌کنند، در مالمو سوئد حضور نماینده اسرائیل در آن با اعتراض عده‌ای همراه شد. این جنگی است فراتر از خاورمیانه و بر همه دنیا سایه انداخته. جنگی با 35,000 قربانی و بیش از 78,000 نفر مجروح. شهره جولانی، لندن. کامران مرتین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای مرتین خوش آمدید. همین امروز دوباره بلینکن وزیر خارجه و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا مخالفتشون رو با حمله نظامی به رفح تکرار کردن، ابراز نگرانی کردن که اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی قوانین بین المللی رو نقض کنه. اما هستن کسانی مثل لینزی گراهام یا مایک مک‌کال رئیس امور خارجه مجلس نمایندگان که معتقد هستن که گزارش وزارت خارجه آمریکا و این دست اظهارات فقط انگیزه سیاسی دارن. در این شرایط شما چقدر این نگرانی رو برای آمریکا جدی میدونید و آیا میتونه پشتیبانی یا عدم پشتیبانی آمریکا به چه شکلی میتونه مسیر جنگ غزه رو تغییر بده؟ بله، این اظهارات امروز آقای بلینکن شاید شدیدترین و صریح‌ترین انتقاداتی بود که آقای بلینکن در این دوره جنگ علیه رهبران اسرائیل و شیوه پیشبرد جنگ از سوی ارتش اسرائیل بیان کرده بود و این نشونگر این هست که نارضایتی در بدنه کاخ سفید و سیستم سیاستگذاری دولت بایدن در رابطه با نوع عملیاتایی که اسرائیل انجام میده خیلی بالا گرفته. واقعیت این است که در اون اوایل بعد از 7 اکتبر حمایت تمام قد آمریکا از اسرائیل به نوعی یک سرمایه سیاسی برای دولت آقای بایدن بود، ولی هرچه جنگ بیشتر به اصطلاح جلو رفت و تلفات غیر نظامیان غزه بیشتر شد و در افکار عمومی بین المللی اسرائیل به اصطلاح علیهش انتقادات زیادی فراهم شد، تظاهرات زیادی در سراسر جهان در آمریکا به وقوع پیوست، دادگاه کیفری بین المللی کیس به اصطلاح پرونده اسرائیل رو در مورد نسل‌کشی بررسی کرد، همه اینها هزینه دیپلماتیک در واقع حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل رو بالا برده و الان که ما به انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر نزدیک میشیم، دولت بایدن نگران این هست که حمایت بخشی از بدنه چپ حزب دموکرات رو از دست بده و این در حالی است که حتی اگر تمامی حزب هواداران حزب دموکرات هم رأی بدن به نفع آقای بایدن، باز یک انتخابات بسیار سختی، رقابت سختی با آقای ترامپ پیش رو داره آقای بایدن. به این دلیل آقای بایدن نیاز داره که جناح‌های چپ درون حزبیش رو و هواداران در واقع چپش رو تا حدودی راضی نگه بداره و مسئله فقط در واقع سیاست خارجی نیست، به نوعی متصل هست به رقابت‌های انتخاباتی در داخل آمریکا و خب آمریکا سعی می‌کنه که اسرائیل رو به جهتی به اصطلاح فشار بیاره، به جهتی تغییر بده سیاست‌هاش رو که این انتقادات کمتر بشه و هزینه انسانی جنگ غزه کمتر بشه برای مردم غزه. آقای مرتین حدوداً یک دقیقه وقت داریم، فکر می‌کنید برنامه بلند مدت اسرائیل چیه و چقدر چشم امید داره به حضور و آمدن کسی مانند دونالد ترامپ بر صحنه قدرت؟ قطعا دولت آقای نتانیاهو خیلی خوشحال خواهند شد از پیروزی آقای ترامپ، ولی من فکر نمی کنم واقعا تغییر خیلی اساسی در رویکرد دولت اسرائیل پیش بیاد، چرا که هر گونه سستی در تقابل با حماس به شکلی که دولت ایشون تعریف می کنن ممکن هست که خود دولت رو از هم بپاشه، چرا که این دولت متکی به حمایت احزاب دست راستی افراطی هست و اونها فکر می کنن که حمله به رفح در واقع جزئی لاینفک از تامین امنیت اسرائیل هست. به این دلیل آقای نتانیاهو فکر نمی‌کنم علناً از این موضع عقب بنشینه، شاید بخوان کجدار و مریض تا انتخابات نوامبر پیش برن ببینن که انتخابات چه خواهد شد، ولی این حملات رو ادامه خواهند داد. البته آمریکا اگر واقعاً جدی حمایت نظامیش رو قطع بکنه شاید فشار بیشتری روی اسرائیل باشه وارد بشه، ولی دولت آقای بایدن گفتن که اونها سلاح‌های تهاجمی رو در واقع مورد بازبینی قرار خواهند داد، تحویلش رو به اسرائیل، ولی سلاح‌های دفاعی رو کماکان به دولت اسرائیل در واقع تحویل میدن و باید دید که در این یکی دو هفته آینده آیا مذاکرات آتش‌بس اثر گرفته خواهد شد و یا نه و دولت و ارتش اسرائیل به رفح یک هجوم همه جانبه رو آغاز خواهد کرد. کامران مرتین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، ممنونم. متشکرم.
بریم به اوکراین که این روزها آتش جنگ در شهرهای مرزی شعله ورتر شده. بعد از حمله غافلگیرانه روز جمعه روسیه به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، بیشتر از 1000 اوکراینی خانه های خودشون در شمال شرق این کشور رو تخلیه کردند و نبرد سنگین در این منطقه مرزی ادامه داره. دولت اوکراین با آنکه مدت ها در انتظار حمله تابستانی روسیه و تلاشش برای اشغال خارکیف بوده، همواره تاکید داشت که نیروهاش توانایی مقابله با چنین حمله ای رو دارن. با این حال روسیه اعلام کرد که بعد از درگیری‌های شدید در شمال شرقی خارکیف تونسته بر 5 شهرک در این منطقه مسلط بشه. همزمان حمله اوکراین به شهر مرزی بلگرود در روسیه هم دست کم 7 کشته به جای گذاشته. گزارش محسن ایزدی رو ببینیم. اوجگیری دوباره حملات متقابل روسیه و اوکراین به یکدیگر. حملات شدید روسیه به اوکراین که از روز جمعه آغاز شد، منجر به تخلیه بیش از 4000 نفر از استان خارکیف در مناطق مرزی شده است. این بزرگترین حمله مسکو در منطقه خارکیف از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 است. 3 روز پس از آغاز این حملات، مقام‌های روسی از تصرف 5 روستا در این منطقه خبر دادند. وزارت دفاع اوکراین پیشروی نیروهای روسیه در این منطقه را تأیید کرد، اما آن را محدود و دستاوردهای تاکتیکی نامید و در دلیل این پیشروی روس‌ها گفت این مناطق اوکراین نیروهای کمتری برای دفاع در اختیار داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفته بود که در اطراف 7 روستای مرزی درگیری‌های شدیدی در جریان است. شرایط در منطقه دونتسک کماکان به شدت دشواره. هر روز در بیش از 30 نقطه درگیری های شدیدی جریان دارند. البته ما علاوه بر این منطقه به عملیات دفاعی در مناطق دیگه هم ادامه میدیم. زلنسکی از متحدان غربیش خواست کمک های تسلیحاتی تعهد شده را سریعتر به اوکراین برسانند و گفت حفظ جان سربازان و ثبات اوکراین به دریافت بسته های کمکی در زمان مورد نیاز بستگی دارد. همزمان با منطقه خارکیف، حملات روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین نیز افزایش یافته است. هفته گذشته روسیه حملات موفقی به شرکت‌های صنعتی نظامی، زیرساخت‌های راه آهن و سایر اهداف استراتژیک اوکراین انجام داده است. اما دلیل موج تازه حملات روسیه به این منطقه از اوکراین چیست؟ به گفته مقامات اوکراینی، روسیه در تلاش برای اشغال مناطقی از خارکیف و ایجاد یک منطقه حائل به عمق 10 کیلومتر در خاک اوکراین برای محافظت از شهر بلگرود در خاک خود است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین دارای جمعیتی بالغ بر 1,300,000 نفر است که ساکنانش با وجود حملات موشکی و پهپادی روسیه به زندگی در این شهر ادامه دادند. ارتش روسیه 25 ماه پیش در جریان نخستین روزهای یورش خود به اوکراین به منطقه خارکیف حمله کرد، اما پس از 7 ماه در یک ضد حمله سریع ارتش اوکراین ناچار به خروج از اکثر مناطق این استان شد. در مقابل بلگرود، منطقه همجوار خارکیف در خاک روسیه نیز از پاییز 2 سال پیش هدف حملات پیاپی پهپادها و آتش توپخانه اوکراین بود. تازه ترینش حمله روز یکشنبه اوکراین به این شهر بود که طی آن بر اثر اصابت موشک به یک مجموعه مسکونی دست کم 7 نفر کشته شدند. اوکراین تا به حال معتقد بود که روسیه از نیروی کافی برای اشغال شهر خارکیف برخوردار نیست. اما به گزارش رویترز، ارتش اوکراین ماه‌های متمادی است که از جمله به دلیل کمبود نیروی انسانی و مهمات در میدان‌های جنگ ناچار به عقب نشینی شده. و در برابر، نیروهای روس عمدتاً در منطقه دونتسک در یک روند آرام اما پیوسته در جنوب اوکراین پیشروی کردند. با این اوصاف، باد چندان در جهت موافق اوکراین نمی‌وزد. محسن ایزدی، لندن. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همینجا واشنگتن دی سی با مصطفی قائدی خوش آمدید. حمله روسیه به خارکیف به معنی گشودن یک جبهه جدیده، اون هم در زمانی که روسیه همزمان در امتداد جبهه شرق و جنوبی در حال پیشرویه. چه تحولات جدی و تعیین کننده شما در مسیر این جنگ فرسایشی می‌بینید؟
درود به شما و مخاطبین برنامه. این موضوع مهمیه که روسیه بعد از مدتی یک جبهه جدیدی رو شروع کرده، اون هم جبهه‌ای که قبلا درش ناموفق بوده. به این جهت میتونیم در واقع سه تا سناریو رو پیش رو ببینیم. یک، اون چیزی که هم مقامات اوکراینی و هم آقای پوتین در روزهای گذشته و امروز تکرار کردن، و اون اینه که روسیه داره تلاش میکنه برای اینکه دسترسی آتش توپخانه اوکراینی ها به در واقع شهرهای روسیه رو متوقف کنه، برابر یک منطقه حائل 10 کیلومتری اونجا میخواد ایجاد کنه. این سناریو اوله. سناریو دوم که اون هم سناریو محتملیه اینه که روسیه میخواد دسترسی ایجاد کنه به شهر خارکیف برای نیروی توپخانه خودش. ما اینجا اهمیت به خصوص اون مذاکراتی که آقای پوتین و رهبر کره شمالی سال قبل در تابستون داشتن و طی اون میلیون ها گلوله توپ به روسیه منتقل شد از کره شمالی رو میبینیم، به این جهت که هر نقطه‌ای که روسیه میخواد تصرف کنه قبلش به شدت اونجا رو گلوله باران میکنه. در این روستاهایی که تصرف کرده، 5 اقامتگاهی که تصرف کرده، هر یک ساعت چیز هولوش 70 گلوله توپ داره شلیک میکنه. برابر این اهمیت تجهیزات رو میبینیم و این دسترسی رو ایجاد میکنه برای اینکه روسیه بره به سمت تصرف خارکیف در آینده، که هم اهمیت استراتژیک نظامی و فوق‌العاده داره و هم اهمیت نمادین زیادی داره و رهبران اروپایی رو نگران کرده. اما سناریوی سوم اینه که روسیه میخواد یک بخشی از سربازان اوکراینی که در جبهه شرقی متمرکز هستن رو به سمت دفاع از خارکیف و به سمت شمال بکشونه، این جبهه جدید بکشونه، برای اینکه سربازان اوکراینی در تعداد بسیار کمتری هستن. از جنوب اوکراین، خرسون تا خارکیف در واقع یک کمانه ای رو زدن و در وضعیت بسیار دشواری قرار دارن. اگر نیروهای بیشتری به سمت خارکیف بره، این به این مفهومه که مسیر رو برای پیشروی روسیه در جبهه شرقی آماده میکنه. و اینجا میتونیم در واقع اهمیت نیروهای انسانی اشاره کنیم. اوکراین درسته که داره تجهیزات نظامی از اروپا و آمریکایی‌ها دریافت می‌کنه، سرعت بیشتری هم داره می‌گیره، اما همچنان جمعیت اوکراین نسبت به روسیه در وضعیت بسیار کمتری هست. 38 میلیون جمعیت در مقابل 144 میلیون جمعیت روس و چیزی حدود 1 میلیون جمعیت سربازان اوکراین که کمتر از 300 هزار تاش در جبهه شرقی متمرکز هستند، در مقابل بیش از 2 میلیون و 300 هزار جمعیت روس. و اینجا می‌بینیم که همچنان اهمیت نیرو انسانی توی جنگ‌های مدرن هم چقدر زیاد هست. آقای قائدی، کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم. چقدر فکر می‌کنین اوکراین می‌تونه در این شرایط تاب بیاره و حمایت‌های آمریکا و اروپا به دادش برسه؟ شانس زیادی اوکراین نداره به دو جهت. یک، به جهت همین اهمیت نیروی انسانی. اوکراین در این زمینه اومد در ماه قبل یک قانون جدیدی رو تصویب کرد برای اینکه جمعیت سربازانش رو از 1 میلیون به 1,500,000 نفر برسونه، دوره در واقع خدمت رو بدون انتها قرار داد. اما با این وجود جمعیت سربازان روسیه چیزی بالاتر از هم ذخیره و هم جمعیت فعالش، چیزی بیشتر از 3.5 میلیون جمعیت، و روس هم دارن سربازگیری دوباره انجام میدن برای احتمالاً عملیات. این یک موضوع. موضوع دوم اینه که من از ابتدای جنگ گفتم روسیه شکست نمیخوره در این جنگ، به این دلیل که دارای سلاح‌های هسته‌ای و اگر نیاز ببینه به شکل تاکتیکی از این سلاح‌ها استفاده خواهد کرد. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. درود بر شما. اما در گرجستان 10,000 نفر در اعتراض به لایحه جنجالی عوامل خارجی به خیابون‌ها اومدند. اصرار دولت برای تصویب این لایحه جنجالی که قبلا در روسیه تصویب شده و باعث توقف فعالیت خیلی از رسانه‌ها و نهادهای غیر دولتی شده، حالا به یک بحران سیاسی گسترده در گرجستان تبدیل شده. یک روز بعد از اون که نخست وزیر گرجستان جوانان منتقد روسیه رو گمراه خواند و گفت لایحه عوامل خارجی در پارلمان این کشور پیش میره، حدود 50,000 نفر به خیابون‌های تفلیس سرازیر شدند و در تظاهراتی مسالمت‌آمیز مخالفت خودشون رو با حزب حاکم اعلام کردند. اما لایحه عوامل خارجی چیه و چرا انقدر حساسیت برانگیز شده؟ ساناز قاضی‌زاده و جزئیات بیشتر. نسل زد این بار پیشرو اعتراضات سراسری گرجستان، اعتراضاتی که از سال 1401 تا کنون ادامه دارد و والدین و پیرترها را هم با جوانان همراه کرده. نسل زد نسلی با نگاهی به غرب و شیوه اعتراضی متفاوت، فریادهایی با موسیقی و رنگ و رقص. این روزها گرجستان از خیابان‌ها گرفته تا رسانه‌های اجتماعی رنگ اعتراض به خود گرفته
با شعار یک پارچه نه به قانون روسی که با سرکوبی گسترده از سوی نیروهای امنیتی روبرو می شود. من فکر می کنم این مسئولیت نسل ماست از امنیت آیندگان مطمئن بشیم. اینکه آزادی بیان دارند و آزادند. ما نمی‌خوایم بخشی از روسیه باشیم. هرگز نمی‌خواستیم که بخشی از روسیه باشیم. هدف ما همیشه این بوده و هست که بخشی از اروپا با ارزش‌های اروپا و آزاد باشیم. مخالفت‌های رو به گسترش با قانونی با نام عوامل خارجی که با مقاومت حزب حاکم روبرو می شود. لایحه پیشنهادی سازمان‌های غیر دولتی را که حداقل 20% از بودجه آنها از کشورهای دیگر تأمین می شود را ملزم به ثبت خود به عنوان عامل خارجی می کند. روندی که می تواند از خیریه های غیر دولتی فعال در حوزه های گوناگون از رسانه گرفته تا آموزش و حقوق بشر و آزادی بیان را تحت تأثیر قرار دهد. حزب حاکم مدعی است که قانون عوامل خارجی می تواند از نفوذ بیگانگان جلوگیری کند. مخالفان می گویند با تصویب نهایی این قانون آزادی های مدنی را محدود می کند و کشور را از پیوستن به اتحادیه اروپا دور. مخالفان جوان و نوجوانانی که خواستار رابطه با غرب و زندگی آزادند. این پرچم‌های آبی با ستاره‌های زرد اتحادیه اروپا به همین دلیل با مخالفان همراه شده و شعار معترضان نه به قانون روسی و حرکت رو به سوی میدان اروپا در تفلیس. حکومت اما با سرسختی سیاست سرکوب، اعراب و تهدید سیاستمداران مخالف و خانواده‌های آنها و بازداشت گسترده را پیش گرفته. کرملین اما در این اعتراضات با سکوتی معنادار تحولات گرجستان را نظاره می کند. در شرایطی که پیشتر قانون مشابهی در روسیه با هدف جلوگیری از نفوذ بیگانگان به تصویب رسیده و رسانه‌های مسکو سعی در پوشش خبری تحولات گرجستان دارند، سیاستمداران مسکو از اظهار نظرهای حساسیت برانگیز در این زمینه منع شدند. رسانه‌های نزدیک به حکومت هم خبرها را با نگاهی به حمایت از حزب حاکم گرجستان منتشر می‌کنند. گرجستان در دهه‌های پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی روابطی پر از فراز و فرود را با روسیه پشت سر گذاشته. از 8 سال پیش به این سو با جدایی آبخازیا و استیای جنوبی و مقاومت گرجستان در برابر این جدایی، رابطه مسکو با تفلیس همواره پرمخاطره و تیره بوده، تا جایی که روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده. اما حزب حاکم گرجستان با نگرانی از احتمال سرنوشتی مشابه با اوکراین همواره رویکردی میانه رو در مقابل پوتین را پیش گرفته. اما با تصویب این قانون که تاکنون به واسطه ی حضور اکثریت حزب حاکم در پارلمان 2 بار رأی مثبت گرفته، بعید است که گرجستان به این زودی ها روی آرامش به خود ببیند. به نظر می آید در صورت کوتاه نیامدن حزب حاکم در برابر معترضان، انتخابات آتی پارلمان در پاییز رنگ تازه‌ای به صحنه سیاسی گرجستان بزند. ساناز قاضی زاده، ایران اینترنشنال. در ضربان امروز میریم به یکی از امترین و زیباترین ایالت‌های آمریکا، مین، و یه خبر هیجان انگیز. پژوهشگران دانشگاه مین از روشی تازه برای ساخت خونه استفاده کردند. این روش استفاده از چاپگرهای بزرگ با موادی از جنس الیاف چوبه. خونه‌های ساخته شده با چاپگرها تونستن 2 تا زمستون سخت رو در این ایالت سرد پشت سر بگذارن. هماین خیری نگاهی کرده به این نوآوری مهندسی، با هم ببینیم. مراسم رونمایی از خانه زیستی 3 بعدی، خانه‌ای که پژوهشگران دانشگاه مین در آمریکا ساختند. آنچه این خانه را از سایر خانه‌ها متمایز می‌کند، نحوه ساخت و مواد به کار رفته در آن است. خانه زیستی 3 بعدی با این چاپگر غول‌پیکر ساخته شده.
پشت سر من میبینید که در واقع دو تا چاپگر داریم. جلوی کارخونه آینده است و دومی که پشت سرش کوچیک‌تره. اینها بزرگترین چاپگرهای پلیمری جهان هستند. کاری که ما میکنیم اینه که با یکی از چاپگرها سازه رو میسازیم و با دومی باقی قسمت‌های ساختمون رو. البته از ربات‌ها هم استفاده میکنیم. فکر اصلی ساخت خانه با کمک چاپگرها برای حل سه مشکل پدید آمده: دستمزد زیاد برای ساخت، دشواری تأمین مواد ساختمانی و ناتوانی از خرید خانه. پژوهشگران با استفاده از این چاپگرها قادر شدند سقف، کف و دیوارهای خانه را بسازند. مسائل ساختمانی هم از مواد 100% سازگار با طبیعت تأمین شده، به طور عمده از خمیره به دست آمده از الیاف چوب. هدف این بود که با چالش سرمایه ایالت مین روبرو بشیم. الان دو تا زمستون رو رد کردیم و نتیجه کار خیلی خوب بوده. سالها بسیاری از مواد رو امتحان کردیم تا به کیفیتی برسیم که بتونه برای ساخت خونه مفید باشه. الان میتونم بگم که قادریم با این خونه ها یک محله بسازیم. تا کنون پژوهشگران دانشگاه مین با استفاده از چاپگرهای عظیمشان توانستن 9 خانه بسازن. پیش از شروع خانه سازی در مدت 3 روز هم توانسته بودند با همین چاپگرها 1 قایق بسازن. یکی از حامیان مالی دانشگاه مین برای ساخت خانه با چاپگرهای سه‌بعدی وزارت انرژی آمریکاست. همایون خیری، لندن. همراهان امروز، خیلی دوست دارم بگم تا فردا و یه امروز دیگه خدا نگهدار، اما نمیتونم. این آخرین برنامه امروزه. 1384 برنامه خبری که حدود 5 سال هر شب ساعت 10 شب مهمان خانه های شما بود، در روزهای اعتراض و اعدام، در شادی های کوچک و یادآوری های مهم، در زمان قرنطینه و کرونا و جنبش مهسا. این 42 دقیقه مجالی بود برای روایت ناگفته ها و شنیدن صدای شما در برنامه شما. بعد از تهدیدات علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن، برنامه امروز بعد از وقفه کوتاه البته از دفتر واشنگتن مهمان خانه های شما بود. در طول 13 ماه گذشته تیم خبری امروز در لندن برنامه رو تهیه کردند و من و دیگر همکارانم از اینجا واشنگتن دی سی اون رو به خونه های شما آوردیم. تجربه جدید برای همه ما که با تلاشی مضاعف در دو قاره مختلف با 8 ساعت اختلاف زمان چراغ امروز رو روشن نگه داشتیم. دفتر امروز رو در 23 اردیبهشت ماه 1402 با شعری از هاتف اصفهانی می‌بندیم. دست ما گیرد مگر در راه عشق جذبه‌ای، ورنه ما کجا وین راه بی پایان کجا. با ما بمونید، خوش باشید.